سرخط خبرها. حملات راکتی تازه جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود بالای پایگاه های طالبان. رهبران شمال افغانستان: الحاق افغانستان در جامعه جهانی تنها در موجودیت دولت فراگیر امکان پذیر است. طالبان: کارمندان ریاست نظارت تعلیمی از وظیفه سبکدوش نمی شوند. و زن زیر شکنجه طالبان در هنگام شلاق زدن می خندیدن. با یاد خدا به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. تقاضا می کنیم تا آخر این ویدیو با ما باشید. رهبران شمال: الحاق افغانستان در جامعه جهانی تنها در موجودیت دولت فراگیر امکان پذیر است. شورای مقاومت برای نجات افغانستان در واکنش به قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد می گوید که الحاق افغانستان در جامعه جهانی تنها در موجودیت دولت فراگیر و برخواسته از اراده مردم امکان پذیر است. این شورا ناوقت روز یک شنبه دیجدی در اعلامیه از سازمان ملل متحد خواسته است که در تعیین نماینده ویژه برای افغانستان دقت بیشتر به خرج دهد. در اعلامیه شورای مقاومت برای نجات افغانستان آمده است: نماینده ویژه برای افغانستان شخص برگزیده می شود. با افغانستان، اوضاع آن، بحران جاری، ریشه های بحران و عناصر تاثیرگذار بر وضعیت آشنایی داشته و با بی‌طرفی کامل قضایا را پیگیری نماید. به گفته این شورا، تعیین نماینده ویژه برای افغانستان از موارد قابل تحمل این قطعنامه است که شورای مقاومت در طرح سیاسی خود آن را مطالبه نموده بود. در اعلامیه افزوده شده است: انزوای افغانستان از جامعه جهانی چهره خشن از سرزمین ما را برای جهانیان به نمایش گذاشته است که عامل آن رفتارهای غیر انسانی و مخالف موازین حقوق بشری گروه مسلط است. گفتنی است که شورای سازمان ملل به تازگی قطعنامه ای را به تصویب رسانده که بر مبنای آن این سازمان یک نماینده ویژه برای افغانستان تعیین می کند و نحو تعامل با طالبان را مشخص می سازد. طالبان: کارمندان ریاست نظارت تعلیمی از وظیفه سبکدوش نمی شوند. در حالی که با حذف بست ریاست نظارت تعلیمی از تشکیلات وزارت معارف توسط طالبان، کارمندان آن در 34 ولایت بیکار شدند. اکنون معاون سیاسی طالبان می گوید هیچ کارمند این وزارت از وظیفه سبکدوش نمی شود. ارگ تحت اداره طالبان روز دوشنبه 11 جدی در اعلامیه گفته که مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی این گروه با شمار از کارمندان ریاست نظارت تعلیمی مرکزی و ولایات دیدار کرده است. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی گروه طالبان در دیدار با شمار از کارمندان ریاست نظارت تعلیمی و ولایات این گروه گفته که بر اساس پالیسی این گروه هیچ کارمند وزارت معارف از وظیفه سبکدوش نمی شود. این طالب ادعا کرده که بر اساس پالیسی امارات طالبان هیچ کارمند در وزارت معارف از وظیفه سبکدوش نمی شود و در صورت تغییرات در جاهای مناسب دیگر توظیف خواهند شد. گفتنی است که بر اساس گزارش رسانه ها، بعد از حذف بسهای ریاست نظارت تعلیمی از تشکیلات وزارت معارف، کارمندان آن در 34 ولایت بیکار شدند. حملات راکتی جبهه مقاومت بالای پایگاه های طالبان در شمال افغانستان. به نقل از آماید نیوز: حمله راکتی نیروهای جبهه مقاومت بر طالبان در پروان یک طالب را زخمی کرد. جبهه مقاومت می گوید نیروهای این جبهه در پروان با راه اندازی حمله چریکی بر قرارگاه طالبان یک طالب را زخمی کردند. این حمله راکتی شب گذشته بر پست طالبان در پلخشتی گلبهار در ولسوالی جبل سراج انجام شده است. زن زیر شکنجه طالبان در هنگام شلاق زدن می خندیدن. گزارش از خبرگزاری اشت صبح: طالبان در جریان دست کم دو نیم سال گذشته بارها به شکنجه شدید، بازداشت خودسر و برپایی دادگاه های صحرایی زنان متهم شدند. در این میان دستگاه امر بالمعروف و نهی از منکرین گروه به طور پیوسته با اعمال ممنوعیت های دست و پاگیر زنان و دختران را در تنگای شدید قرار داده است. این نهاد طالبان محدودیت های سخت را علیه پوشش و رفتار اجتماعی زنان وضع کرده که در بسیاری از مواقع زنان و دختران را مورد بدرفتاری، شکنجه شدید، تحقیر و توهین قرار داده است. به تازگی افراد امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در ولایت تخار دو خانم را به دلیل نداشتن برقه یعنی چادری
و به اتهام جاسوسی برای زنان معترض به شکل شدید شکنجه کردن. یکی از این زنان در گفتگو با روزنامه 8 صبح روایت دردناک و تکاندهنده را جیان شکنجه طالبان بازگو کرده است. طالبان پس از رهایی این دو زن از خانواده های آنان تعهد اجباری گرفتند که از رسانه ای کردن جزئیات این حادثه خودداری کنند. رژیم طالبان از سوی نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی متهم به نقض گسترده حقوق زنان شده است. به گفته بسیاری از فعالان حقوق بشری، این گروه بیش از 65 فرمان منع کننده علیه زنان وضع کرده، دختران و زنان را در کشور از تمام عرصه های زندگی جمعی حذف کرده است. جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و ارتکاب آپارتاید جنسیتی از بزرگترین اتهام های نهادهای حقوق بشری علیه طالبان در پیش از 2 سال گذشته بوده است. این گروه اما این اتهام ها را رد کرده و گفته است که برای زنان در افغانستان بر اساس اصول اسلامیت و افغانیت حقوق در نظر می گیرد و فعلا این شرایط برای زنان فراهم نشده است. طالبان در این مدت بدون توجه به فشارها و انتقادهای جهانی و تبعیض سیستماتیک و هدفمند، شکنجه، بازداشت، تحقیر و توهین و وضع ممنوعیت بر زنان ادامه دادند. دستگاه امر بن معروف و نهی از منکر این گروه در پیش از 2 سال گذشته به نهاد صادر کننده ممنوعیت علیه زنان تبدیل شده است. افراد امر بن معروف و نهی از منکر این گروه بارها زنان و دختران را در خیابانها و مکانهای عمومی بازجویی، تحقیر و توهین کرده و در برخی مواقع مورد شکنجه قرار دادن. در تازه ترین مورد، 2 زن در ولایت تخار افراد امر بن معروف این گروه را متهم به شکنجه شدید و بدرفتاری علیه خود کردن. آنان با اشتراک گذاری عکسهای از نقاط مختلف بدن خود که در نتیجه لد و کوب طالبان جراحت برداشته می گویند که اداره امر بن معروف و نهی از منکر طالبان آنان را به دلیل نداشتن برقه یعنی چادری بازداشت و شکنجه کردن. مریم، یکی از زنان که به شکل شدید از سوی طالبان شکنجه شده، در گزارش نام خود را مستعار انتخاب کرده است. او در صحبت با روزنامه 8 صبح می گوید که طالبان از او به گونه جبری تعهد گرفتند که از رسانه‌ای کردن جزئیات شکنجه خودداری کنند. مریم می گوید که مستحبان امر بن معروف و نهی از منکر طالبان او و یک تن از خویشاوندانش را در شهر طالقان، مرکز ولایت تخار، به دلیل نداشتن برقه یعنی چادری مورد نظر این گروه مورد بازجویی قرار داده و هنگام که آنان میخواستند از پیش افراد طالبان فرار کنند بازداشت و شکنجه شدند. مریم میگوید در بین شهر با طالبها برابر شدیم، گفتند چرا برقه ندارید، در صورتی که چپن سیاه، ماسک و چادر تمام حجاب ما مراعات شده بود، ولی همان برقه که خودشان میخواستند را نداشتیم. سر همین مسئله جر و بحث کردند. وقتی خواستیم از پیششان فرار کنیم تعقیب ما کردند، میخواستند دست بیندازند. به طالب گفتم که دستت را دور کن، در همان وقت موبایلم را گرفت. سپاس که تا این دم با ما بودید. کافیه چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.